بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما مهربانان، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان، بینندگان خوب برنامه روشنا. انشالله که در هر کجا که هستید و برنامه خودتان را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید، همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار بسیار تشکر که باز هم برنامه خودتان را انتخاب کرده اید. انشالله که تا نهایت برنامه هم ما را همراهی بکنید. عزیزان و دوستان، امروز روز شنبه است، 22 میزان 1402 و هوای بسیار زیبای پاییزی و بارانی افغانستان و کابل است. انشالله در این روزهای بسیار زیبا اتفاقات بسیار خوبی برای شما و ما در سر تا سر افغانستان انشالله بیافتاد. اما همطور که شما مستحضر هستید که در دیروز متاسفانه در طی یک حادثه تروریستی عده زیادی از هموطنان ما در مسجد در شهر پلخمری به شهادت رسیدند. انشالله که شربت شهادت گوارایشان باشه. انشالله که خداوند به خانواده های ای عزیزان صبر بده و حوادث تروریستی از این دست به مو شما ثابت میکنه کسایی که هر ادعایی که دارن، اما وقتی که در خانه امن خداوند هم رحم نمیکنند، وقتی که حتی در نمازگزاران هم رحم نمیکنند، دیگر عملشان چیزیست که شیطانی نامیده میشه و دیده میشه و بر ما و شما معلوم است. و امیدوار هستیم که اولا خداوند خودش اینها را اگر هدایت شدنی هستند به راه راست هدایت کنه، اگر نه ملت مظلوم و مستضعف افغانستان را از شر این موجودات انشاءالله نجات بده. خب عزیزان و دوستان، اما امروز شنبه است و بر رسم همیشه شنبه ها مهمان خوب برنامه ما خانم دکتر رضایی هستن. یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار زیاد خوش آمدیم. به نام آن که هستی، نام از او یافت فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. من عرض سلام دارم محضر شما همکار ارجمند و همینطور بینندگان عزیز و محترم این برنامه. به نوبه خود به عنوان یک هموطن من هم تسلیت عرض میکنم محضر همه عزیزانی که در این حادثه یا عزیزان خود از دست دادن یا دچار دست از بزرگوارانی که شربت شهادت نوشیدند. خدا انشاءالله اونها رو قطعا غریق رحمت خود خواهد کرد، به خانواده های اونها صبر بده. آرزومنده ای هستم که این جنبش ها و این تحرکاتی که در اطراف ما اتفاق میفته، چه او زلزله‌ای که در هفته گذشته اتفاق افتاد و او جنبش بسیار بسیار دردناکی که بیش از 2000 نفر متاسفانه جان باخته و خسارات بسیار بسیار سنگینی برای عده قابل توجهی از هموطنان ما داشت، چه یه حرکت بسیار بسیار وحشیانه و دد و نشانه‌ای که همطور شما اشاره کردید در خانه خدا در روز جمعه که به هر حال بر اساس اعتقادات دینی ما روز عید محسوب میشه و روز مبارکی است و در حالت نمازگذاری، اینکه به هر حال عده‌ای برای برپایی نماز روز جمعه رفته بودن. خدا انشالله این جنبش ها رو، این جنبش های خطرناک و نامیمون رو انشالله هر چه زودتر به امنیت و آرامش و به قرار و سکونی تبدیل بکنه که همه عزیزان ما در افغانستان و چه اونایی که الان ساکنن و چه همه او عزیزانی که در اقصا نقاط عالم هستن و دلشان برای او وطن میتپه و نگران عزیزان و دوستان و اعضای فامیل و خانواده خودشان هستن، هر چه زودتر انشالله به امنیت و آرامش برسه و ما مزه حقیقی آرامش رو و او طعم شیرین و دلچسب امنیت رو به معنای واقعی کلمه انشاءالله درک بکنیم. انشاءالله. بسیار تشکر خانم دکتر از دعای زیبای شما. و در این روزها حقیقتا مردم و ملت ما نیاز داریم، همه ما، به قول شما، چه کسایی که در داخل وطن هستن چه کسایی که در دیگه نقاط دنیا هستن، به آرامش نیاز داریم و به دعاهای از این دست که انشاءالله که خداوند متعال برآورده کنه و ملت ما هم یک روز قراری آرامی را تجربه بکنند به زودی زود انشاءالله. اما موضوعی که بینندگان عزیز و محترم در روزهای شنبه کارشناس محترم با ما و شما در مورد صحبت میکردن چیست و جزئیاتش چیست را میتونید که در
از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه گذشته رو انشالله ببینید، استفاده بکنید. اگر که نو به جمع ما پیوستید، اگر که فراموش کردید شنبه موضوع چیست، حتما دنبال بکنید. مسئله بسیار مهم میخوام دکتر با ما شما در میان میگذارن، اما به صورت مختصر از ایشان خواهش میکنیم که یک خلاصه هم بیان بکنن، برای که باز با سراغ بحث امروز بریم، چون سلسله وار است. در خدمت شما هستم. تشکر از شما. همونطور که عزیزان ما در جریان هستن، بحث اصلی که در طول چند جلسه اخیر ما با بینندگان مطرح میکنیم، بحث ارزش‌های تربیتی و انتقال اونها توسط والدین به فرزندان هست. خب ارزش‌ها رو تعریف کردیم، دلیلی که چرا اصلا لازم هست که والدین در انتقال ارزش‌ها کوشا باشن، چه اهمیت و ضرورتی داره، اینا رو پرداختیم و بعد رسیدیم به خود ارزش‌ها. شروع کردیم ارزش‌ها رو مطرح کردن، ما صداقت رو مطرح کردیم، جسارت رو مطرح کردیم، سخت کوشی و تلاش رو مطرح کردیم و هدفمندی. جلسه قبل ما در مورد هدفمندی که صحبت کردیم، خب یه تعدادی از عزیزان سوال برایشون خلق شده بود که خب این به اصطلاح بحث کلیت هدفمندی خب چیز خوبی است، اما این که به چی قسم می شود که تعیین هدف کرد یا هدف خوب چی هست، سوال بوده که ما بر اساس حالا همون صحبت‌ها و سوالات عزیزان به این نتیجه رسیدیم که این هفته هم ان شاء الله در این برنامه هم بپردازیم به همون بحث هدفمندی. بله واقعا خانم دکتر، پیش میایه که دو نفر مثلا در مکتب میرن، دوست هم هستن، ولی خب سرنوشتشون کاملا متفاوت میشه. یک نفر یک هدف، دیگه یک نفر، در حالی که خب این دو هر دو ممکنه که از لحاظ استعداد کاملا همراه هم بودن، خودشون میفهمیدن نمره هایی که میگرفتن و امتیازاتی که در مکتب میگرفتن و تلاشی که میکردن یک قسم بود و یک رقم بود، ولی سرنوشت ها دگرگون میشه. چه چیزی تاثیر میگذاره برای که ما یک هدف درست را در زندگی انتخاب کنیم؟ درست. بله ببینید، خب من به صورت خیلی ساده میگم که خیلی از ماها، حتی که شما فهمیدید که ممکنه دو تا آدم دو تا هدف متفاوت داشته باشن و او اهداف اونها رو به جای مختلف برسانه، با کمال تاسف هستند آدم هایی که حتی خودشان هم نمیدونن که هدفشون در زندگی چیست. ممکن است یک فردی 50 60 70 سال از عمر او گذشته باشه، ولی وقتی که از اون میپرسین زندگی چی میخواد، خب زنده بودیم، زندگی کردیم، حالا این زندگی کردن شما چه قسم بود، به دنبال چی بودین، به چی رسیدین. حتی تاسف فرنگیز در زمانی است که خان به این گاه وقتا به طرف مقابل، به یک آدمی که مسنه، یعنی به هر حال یک سنی از او گذشته، میپرسین، میگه من خو هیچ از زندگی نفهمیدم. یعنی این واژه هیچ از زندگی نفهمیدیم، خب شما 60 سال رو، 65 سال رو، 70 سال رو زب در ماه و روز و هفته و ساعت بکنید، ببینید چه میزان زمان و حیات از عمری گذشته، و حالا یادم بعد گذر این همه مدت، وقتی که با یک حسرتی، با یک حتی گاهی وقتا با یک خشمی، با یک اندوه و غمی میگه من خب هیچ از زندگیم نفهمیدم. این اصلا هدف که نداشت. مثلا تحصیل کردن هستن، ما از بیرون نگاه میکنیم، احساس میکنیم خب مثلا دکترها، دکترا داره، ماستری داره، مدارکی داره، من نمیفهمم، شاغل هسته یا ثروتی داره، جایگاهی داره، بله به کشورهای دیگه مهاجرت کرده، ما از بیرون احساس میکنیم که شاید بسیار موفق باشه در زندگی، ولی وقتی گپ میزنی احساس میکنی نه، این هم هنوز سردرگم و گیج است. خب برای که هدف، من ایره ساده تر میکنم، برمون یک والد، چه پدر چه مادر، حالا احتمالاً در ساعتی که برنامه پخش میشه عزیزان ما هر هم پدرها و هم مادرها، امیدوارم که البته حالا نزدیک نان چاش هست و سفره، یا حداقل خانواده دور هم هستن، فرقی نمیکنه در هر دو مورد. من به عنوان یک والد چنانچه میخوام ای ارزش به فرزند خودم انتقال بدم، قبل از اون باید بدانم که چه عواملی باعث ایجاد هدفمندی میشه، هم برای خودم، این که تاکید میکنم فقط مربوط به بچه‌ها و اطفال ما نیست، برای همه آدم‌ها صدق میکنه. حالا ما تاکید ما نگاه ما ایست که من والد به فرزند رو انتقال بدم، ولی اگر به گفته شما ممکن است بینندگان عزیز ما، جوانان، نوجوانان و حتی میان سالان و هر آدمی در هر سنی مخاطبی برنامه داره نگاه میکنه، ممکن است خدایی نکرده یا گاهی وقتا عزیزانی که در اهدافشان دچار مشکل شدن، یا احیانا خدایی نکرده کسی باشه که اصلا کلا هیچ هدفی برش نداره، برای زندگی و برای برنامه ریزی خودش نداشته باشه. ببینید نکته مهم ایست که قبل از اینکه ما، یعنی چه زمان ما میتوانیم هدفمندی را به عبارتی در وجود خودمان ایجاد بکنیم و به فرزندمان انتقال بدیم، اولین گامش ایست که ببینید به او بگیم تو کی هستی. یعنی مهمترین عاملی که باعث ایج احسن بر شما، باعث ایجاد هدفمندی میشه، به خاطر چی؟ به خاطر که ببینید باید به او گفت که تو
یکی از موجودات کل عالم هستی هستی که با وجودی که یک عدد از این چرخه کلان هستی، ولی ارزشمندترین اونها هستی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، یعنی همه اینها حول محور تو میچرخن. تو بسیار، تو بین همه موجودات عالم اشرف مخلوقات هستی به خاطر قوه عقل و تفکری که خدا فقط و فقط به تو داده. تو امتیازت ایست که در طول مثلا فرض کنید هزاران سال که از عمرت گذشته، هزاران برابر تغییر و توسعه و پیشرفت در زندگی داشتی، ولی بقیه جانداران و بقیه جانوران همون قسمی که هزاران سال پیش زندگی میکردن همون قسم زندگی میکنن. پس تو موجود متفاوت و ارزشمند و بسیار با ظرفیت بالایی هستی. این نکته اول. نکته دوم، ارزشمندی را واقعا به ببینید. وقتی که ما در قرآن کریم در مورد انسان‌ها توصیفی میکنه که وکان قاب قوسین او ادنا، خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله و سلام علیه، به یه جایگاهی رسید که هیچ فلکی و هیچ فرشته‌ای و هیچ ملکی و هیچ به عبارتی موجودی او جایگاه را به دست نیاورده. بعضیا خب میگن که مثلا در بعضی کمالات انسانی میگه خب او پیغمبر بود، او امام بود. نه، ظرفیت اساسی انسان برای رسیدن به کمال رو باید طرف مقابل ارزشمندی ای که ذات آدم‌ها بسیار بسیار ارزشمنده. پس اول خودشناسی با همه ابعادش، تو انسانی هستی با این ویژگی‌ها. دوم، عزت نفس رو انتقال بدیم، یعنی عزت نفس رو در خودمون ایجاد بکنیم. من موجود ارزشمندی هستم. حالا برای باور به ارزشمندی باید خان بیانی بگردیم و استعدادهای وجودی خودمون رو پیدا بکنیم. یعنی اون احساس ارزشمندی کی به من انتقال پیدا میکنه؟ زمانی که ببینیم من بدانم و باور داشته باشم، یا به فرزندم کاملا این رو واضح و روشن بگم بچه‌م خیلی خوب گپ میزنی، استعداد رسامیت بس، تو خیلی خوب رسامی میکنی. تو مثلا فرض کن که اینمی امی حتی با گل که بازی میکنی، با هم گل که درست میکنی شکلها خیلی زیبا میسازی. تو احسن، تو پس زمانی که اولاد از ما این حس را از طرف از ما دریافت بکنن، احسن در مورد بچه ها حتما باید ایجاد بشه. حالا اگه بزرگسال بود خودش میان برنامه رو ببینیم. خب تشکر از شما. خب بینندگان عزیز، بعد از میان برنامه ان شاء الله در خدمت شما خواهیم. مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، عزیزان برنامه خودتان، برنامه زنده روشناست و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی. خانم دکتر محترم در خدمت شما هستیم. تشکر از شما. خب ببینید، در بحث عزت نفس، احساس ارزشمندی و توانمندی، طبیعتا ما باید دنبال یک ما به عبارتی نشانه های خیلی خیلی واضح و روشن، چه در طفلمون چه در خودمون، ما باید به بچه یعنی واضح و روشن چیزی که قابل قبول و قابل تایید باشه به او بگوییم که استعداد رو داری. و این یک نکته، حالا هم ما در بحث‌های روانشناسی به شدت در نظریه‌های مختلف رو تاکید می‌کنیم و هم یک باور اعتقادی ماست که خانم بیانی محال ممکنه. اما به زرس قاطع به عنوان کسی که در راستای کار تربیتی کار میکنم و خب حالا با تجربه هایی که با آدم های مختلف دارم، محال ممکنه که ما فردی رو، کودکی رو با داشتن شرایط به اصطلاح استعداد مغزی یا به اصطلاح توان یا هوشبر عادی داشته باشیم، حالا یا 100 یا مثلا بعضی وقتا 95 کمتر یا بیشتر، نمره هوشبر یا IQ طفل من 95 تا 100 باشه و بالاتر از او هر حال هر چقدر که بره بالاتر خوب توان و نتوانم در وجود او یک استعداد ویژه. تفاوتش اینه که ببینید وقتی که میگم استعداد یعنی یک توانایی، ما همیشه متاسفانه در این جور موارد دنبال یک چیز خیلی خیلی خاص که بدرخشه، که بدرخشه، که خاص باشه. نکته ایست که ببینید او به عبارتی زمینه اصلی هست، این همون تربیت ماست که او رو به درخشش میرسانه. یعنی وظیفه مای والد، مای پدر و مای مادر هست که او استعداد رو بشناسم، بعد انگوش بذارم روی او، شروع کنم تقویت کردن او. دکتر بعضی وقت هست به عنوان پدر مادر یا حتی خودمون در خودمون نگاه میکنیم میبینیم که زمینه های مختلف از استعداد رو داره. یعنی ممکن در 10-20-30 زمینه احساس کنیم خدای ما در هر چیزی که نگاه کنیم استعداد داره.
خب بعد چطور یکی از اینا رو انتخاب بکنم برای که بسیار هم خیلی هم خوب. حالا بس همون در این شاید بشه گفت این در مرحله بعدی که انشالله با دوستان صحبت میکنیم، پس این که هدف خوب چه قسمت هدفی است، حالا یادم رو کدوم قسمت از استعدادهای خودش میاد. حالا این شاید تو نکته خوبی است، بسیار خوب هست که یک آدمی این به اصطلاح این جرأت و جسارت به وجود آمده باشه در درون خودش و از طرفی واقعا توانایی های متعدد را داشته باشه، استعدادهای مختلف رو، کمان که اصلا چیزم نیست، چیز عجیبی هم نیست، واقعا بعضی از آدم ها هستن که در عرصه های مختلف استعداد دارن. ولی ببینید نکته مهم در فرایند تربیت، همونطور که بارها میره خدمت عزیزان عرض کردم، تربیت یعنی جهت دادن و به عبارتی هدایت کردن استعدادهای ذاتی یک فرد در مسیری که اول به خودش نفع رسانه، بعد وارد نفع رساندن و به اصطلاح مفید بودن برای جامعه باشه. پس دقیقاً و قطعاً من والد وظیفه‌ام است استعدادو بشناسم، حالا اعتماد به نفس ایجاد کنم. تو میتوانی که مثلا به دلیلی که مثلا سرعت دوشت خوب است، تو میتوانی شبیه فلان دونده مثلا قهرمان المپیک جهان بشی، یعنی برایش الگو تو میتوانی. اعتماد به نفسی که ببین تو الان مثلا الان 7 سالت است، الان 10 سالت است، سرعت دوشت در هر دقیقه اینقدر مثلا فرض کنی چی است، اگر تلاش بکنی، اگر زحمت بکشی، اگر تمرین بکنی، اگر میتوانی تبدیل مثلا به یک آدم فلان بشی. اعتماد به اینکه من توانمندی رو دارم. و ببینید و نکته بعدیش است که ایجاد امید بسیار بسیار مهم است، که خب میدانید که متاسفانه ما در طول شاید بشود اغراق نباشه اگه در دهه های گذشته یک عنصری که در جامعه ما بسیار کم بوده، خصوصا حالا در همین یکی دو سال اخیر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان ما، خصوصا برای دختران ما، این واقعا عزت نفس را داشتن، اعتماد به نفس را داشتن، هدف های کاملا مشخص و واضحی برای زندگی کردن داشتن، ولی به یک باره تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاد و تغییراتی که در بحث های حکومت و همه ابعاد اتفاق افتاد باعث شد که کلا انگیزه و امید اونها از بین بره. نکته مهم ایست که هیچگاه نباید امیدمون رو از دست بدیم. همو ببینید شاید شعارگونه به نظر برسه، بله قبول دارم، شاید شعارگونه به نظر برسه که هر همه ما میدونیم در ادبیات ما گفته شده که در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است، همه اینها درسته به فرموده شما، قطعا من خود من قبول دارم، ولی ببینید من خودم شخصا به دلیلی که بارها در زندگی میره تجربه کردم، چون عمل شده و چون برای خودم با همه به اصطلاح آمیانه تر بگیم با پوست و گوشت و خون و میره تجربه کردم که شدنی سیر توصیه می ببینید، و این در مورد اطفال ما به شدت وابسته به او نگاه الگوگیری و تاکید و تقلیدی که بچه‌ها از والدین میکنن. این شرایط به هم خورده، امکانات محیطی یا از بین رفته کاملا یا بسیار بسیار کم شده، ولی استعداد تو همچنان سر جای خودش هست. همون که میگه که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت اگر روبروی مسد بزنن. استعداد رو ببینید مثل نرمی لطافت آب، آب با همه لطافت خودش در سنگ رسوخ میکنه و سنگ رو میشکافه. ببینید امید اصلی ترین واژه است که در کنار تلاش، در کنار مثلا فرض کنید محبت و کمایم به عبارت ترکیبی از اینها عنصر اساسی است. این نکته مهم است که والدین بسیار بسیار نقش اساسی دارن در همه سنین، خصوصا در کودکی. اینکه پس بنابراین دوباره تاکید میکنم ما اول به کودکانمون بیاموزیم و به اونها بفهمانیم که کی هستن، خودشناسی رو به اونها ارائه بدیم، بعد احساس ارزشمندی و عزت نفس رو، بعد تاکید خاص روی استعدادهایی که دارن که در اونها اعتماد به نفس ایجاد بشه، چاشنی امید رو به او اضافه کنیم، و در نهایت ببینید نوعی منفعتگرایی در وجود در جزء سرشت ماست، این منفعتگرایی و سودمحوری رو افزایش بدیم. ما پدرها و مادرها چرا به طفل میگیم بچیم میگیری مکتب، تو استعداد ریاضی، درک ساینس، مثلا حتی ادبیات فارسی، ادبیات مثلا چی خوبه باشه، مثلا ببین بین این نمراتی که مثلا میگیری در سرپاچیت مثلا دو تا سه تا ای در سایت بهتر است، مثلا همیشه رنج 95 و 100 میگیری، به نظر تو اینم قسم عادی رفتار کن، برو بیا مکتب فقط به دلیل که کامیاب میشی خوبه، یا به نظر تو اگر که مشخصا روی فلان درسی که توانمندی داری سرمایه گذاری کنی، حالا مثلا در بین 40 نفر تو دهم نمره هستی، به نظرت اگه به جای دهم رو تلاش بیشتری بکنی مثلا سمستر بعدی سوم بشی خوب نیست؟ خب منفعته. اگر سمستر بعدی اول نمره بشی خوب نیست؟ اگر در مثلا فرض کنین سال آینده اول نمره عمومی به این مکتب باشی خوب نیست؟ یا حالا مثلا بحث درس رو بزنیم کنار، در هر نکته ای ببینید این حس سود محوری به معنای منفیش نه، اون که متاسفانه ما فقط رو بحث پول و ای که فقط و فقط همه چیز را از پشت عینک منفعت شخصی ببینید، نه منفعت به این معنا که ببینید یک مدت زمان محدودی هر کدام ما زنده هستیم
ما بالاخره میمیریم، هر موجود زنده و جانداری خواهد مرد. خب پس بنابراین این مدت محدود که معلومم نیست کی باشه، فردا تمام بشه، 10 سال بعد تمام بشه، یا 50 سال بعد زنده باشی، بهتر است که این به این حالت سودمحوری به عنوان این که ببینید خیلی تاکید میکنه یک حالتی داره انگار با میشه که امید احسن امید رو آره با امید، خب امید داشته باش، منتها حواست باشه بیشترین استفاده رو از امکاناتت ببر. تا میتوانی به دنبالی باش که از کمترین امکانات بیشتر. این سودمحوری به دنبالی که ببینید در هر حرکتی که انجام بدیم، در هر کاری ببینید دقیقاً موقع انتخاب که آفرین محاسبه کن ببین برای خوب است یا نه، دو تا چهار تا کردن یه جور با... ولی معامله گری تاکید میکنم منظورم فقط از لحاظ مالی نیست. این اشتباه محضی است که ما تصور میکنیم که وقتی میگیم منفعت فقط منظورمون منفعت مالی است. فرزندمه اون... اول منفعت مالی هم میتونه میتونه باشه ولی تاکید میکنه فقط اون نیست. این خیلی وقتها ارزش بسیار منافع دیگر ما به مراتب حتی لذتش برای فرزندمه بیشتر از منفعت مالی است. ولی خب اگر نگاه مای پدر و مای مادر فقط و فقط او باشه، خب طبیعتا آسیب میزنم. یک مورد خیلی ساده برای منفعت بردن بچه، مثلا طفل ما مریض است، طفل کوچکه، خردسال 5 ساله مریض است. خب مثلا فرض بگیرید که یک پیاله طرف زکام شده، به شدت مثلا فرض کنید گلوش چک کرده، اصلا صدایش بالا نمیآید، تب داره، یک پیاله یک شیریخ مثلا خریده شده یا آورده شده، به شدت اصرار برای داره که میره بخوره. خب نخور مریض میشی، بدتر میشی. یه وقت خاص واضح و روشن بچه ببین این شیریخ چقدر میکشه بخوری، مثلا 2 دقیقه این شیریخ چقدر از معده‌ت میگه اینقدر. حالا ببین بعد از اینکه تو در عرض 5 دقیقه پیاله شیریخو بخوری، چند ساعت بعد یا حتی چند روز بعد باید درد ایره بکشی، کدوم یکی به نفع؟ این 2 دقیقه 3 دقیقه رو فاکتور بگیر، چشمایت ببند، روت اوسوکو بذار مثلا خواهرت بخوره، بذار پدرت بخوره، بذار بقیه بخوره، تو فعلا از این دست وردار. این منفعت محوری رو کلا کنسل نه، این سود به اصطلاح کم رو در مقابل یکی زودتر خوب میشی. تا اگه امروز این پیاله شیریخ نخوری فردا حالت خوبه، ولی اگر همین امروز پیاله شیریخ خوردی 2 روز دیگه همچنان با همین وضعیتی که هستی در بدترین حالت باقی میمونی، کدوم یکی به نفع؟ این توضیح ای که منفعت رو بر اساس واقعیت هایی که داره واضح و روشن برای هر سنی، برای هر بچه‌ای در هر سنی شما رو توضیح بدی خیلی عاقلانه‌تر می‌پرسم. خب باشه این رو نمیخورم، این شیریخ با وجودی که بسیار خوشمزه هست، حالا خصوصا اگه فصل گرمای تابستان باشه. پس جمع‌بندی میکنم، اول ای که خودشناسی داشته باشه، بعد عزت نفس رو، بعد اعتماد به نفس رو، نکته چهارم چاشنی امید حتما اضافه بشه، و در نهایت سود محوری و منفعت طلبی رو البته به شکل صحیح و درست و به فرزندانمون انتقال بدیم تا این کودک آماده بشود برای ای که یک موجود هدفمند باشه. خب دکتر در همه این موارد من کاملا متوجه فرمودی شما شدم، اما مسئله امید چون الان یک دغدغه است بین جوانهای ما، همونطور شما فرمودید بسیار از جوانها متاسفانه امید خودشان را از دست دادن، فکر میکنن که خب نمیرسند و اینها، شما به عنوان روانشناس چی راهکار پیشنهاد میکنید برای که سعی کنیم که امید در دل زنده نگه داریم؟ دو تا راه حل داره، یکی فرازمینی، یکی روی زمین. یه حالتی به عبارتی میشه گفت بحث معنویش که قطعا باید ما باور به خدا رو یعنی اعتقادات دینی رو، معنای حقیقی توکل رو در فرزندانمون واقعا افزایش بدیم. و نکته دوم این که در قرآن هم اشاره شده، ببینید دلیل اصلی که داستان‌های انبیای قبلی، داستان‌های اقوام قبلی برای ما در قرآن اومده، به پیغمبر ما به عبارت امت آخر زمان گفته شده، به خاطر اینکه از تک تک اونها چی بیاموزین؟ درس عبرت بگیرید. به فرزندم بگم ببین شرایط سخته، ما در بدترین شرایط در حال حاضر قرار داریم. ما بدتر بودیم یا فلان ملت 20 سال پیش، فلان ملت 10 سال پیش، فلان ملت 2 سال پیش. یعنی تا دلمون بخواهد ما در صحنه جغرافیای بشری در اقصا نقاط عالم کشورهایی رو داریم، ملت‌هایی رو داریم، امت‌هایی رو داریم که در بدترین شرایط بودن ولی ما احسن در شما امیدشان رو از دست ندادن و بر مبنای امید شروع کردن به هدف گذاری، به تلاش و به اتحاد و همدلی و رسیدن به آنچه که میتوانستن و میبایست میرسیدن. لذا ببینید بحث امید رو، شاخصه‌های امید رو، یکی این که واقعا باور به خدا رو باید پررنگ کرد، اینکه ما لغزه زبان نباشه، حتماً باور داشته حتما در رفتار و عمل ما ببینه که من واقعا به خدا باور دارم و این باور من بسیار بسیار به من کمک کننده است که یرید الله بکم الیسر
ولا یرید و بکم العسر. خدا برای شما آسانی میخواد، منتها میگذرد، این نیز بگذرد. و نکته دوم، ما این همه شاید مثال زنده داریم، هم در جغرافیای خودمان درست. هم در ملت خودمان الگوها و اسطوره هایی داریم که قطعا اکثر غریب اتفاق اونها خانم بیانی از زندگی های سخت، از شرایط بسیار وحشتناک سر بلند کردن و تبدیل به آدم های موفق شدن. هم که اگه کلی تر نگاه کنیم، ملت ها و کشورها و امت های دیگه که در اقصان اوقات عالم دچار بحران های شاید به مراتب بدتر از بحران ما بودن و تلاش کردن و موفق شدن. درست است، بسیار تشکر از شما. اما خب یک میان برنامه را ببینیم. حتما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان هر زمان که بخواید میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید و سوالات خودتان را از کارشناس محترم پرسان بکنید. حتما ذکر بکنید که مرتبط به برنامه روانشناس و نام کارشناس را هم ذکر بکنید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه خودتان، برنامه زنده روانشناس تلویزیون جهانی هادی، و ما همچنان گفتگو صحبت میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی. خانم دکتر رضایی عزیز، شما در مورد هدف گذاری صحبت میکنید. خب ما به ذهنم رسید که خب قطعا هدف گذاری یک مسئله بسیار مهم است. باید هم خودمان برای زندگی خودمون سعی کنیم که هدف گذاری داشته باشیم، هم اولادای خودمون رو تشویق بکنیم که یک زندگی هدفمند داشته باشن. بدون هیچ شک، چون تو شما فرمودید فرصت کم است در این دنیا و ما معلوم نیست که دو سال دیگه، دو روز دیگه یا دو ساعت دیگه، دو ساعت دیگه در دنیا باشیم. باید هدف داشته باشیم و تمام تلاش خودمون رو بکنیم. اما چیزی که به ذهن رسید که خب با این همه اهداف مختلفی که در دنیا ممکنه وجود داشته باشه، انسان دچار سردرگمی میشه که برای شخص ما کدام هدف بهتر است. درست. خب ما ویژگی هایی یا که یک هدف خوب چه قسم هدفی است، انشالله متناسب با وقتی که در اختیار ما هست انشالله برای دوستان میگم. متقابل دو تا نکته خیلی مهم وجود داره. نکته اول این که همیشه حواسمون باشه و مراقب باشیم که وقتی میگیم هدف من، آینده من، برنامه من، ما غیر از من، این من کردن من و تمرکز بیش از اندازه روی من، توانایی، استعداد و فلان، ما را از او جدا نکنیم. نکته که به شدت مهم است و به عبارتی هم متناسب، یعنی بر مبنای ارزش‌ها و تعالیم اساسی دین ماست، هم حقیقتی است که در عالم وجود داره. حتی اگر همه آدم‌هایی که منکر هر گونه مثلا ذات الوهیت یا منکر وجود خدا حالا هر قسمی هستن، ولی به هر حال تاکید میکنن به یک، به عبارتی نیروی ماورایی. حالا اینکه اون نیروی ماورایی رو به چی منتسب میکنن، چه ویژگی‌هایی براش مطرح میکنن، کار نداره. پس حواسمون باشه در بحث هدف گذاری، هر چقدر که روی برنامه ریزی و روی تعیین استعداد و ظرفیت و تلاش و فلان فلان، حواسمون باشه که باور به خدا، اعتماد به خدا، توکل به خدا، تسلیم بودن در مقابل امر خدا، اعتقاد به این که اگر همه ی تلاش ها رو میکنم به یک دفعه همه ی تلاش هایم به عبارتی میشه گفت هفت میشه از بین میره، حتما پشت ای به عبارتی تاریکی ظاهری حکمتی هست که میخواهد من رو به یک صبحی برساند. این نکته اول. نکته دوم که شما اشاره کردین ایست که ما هدف گذاریمون طبقه بندی داشته باشیم، اولویت بندی کنیم. جلسه پیش خاطرتون هست که گفتیم مثلا بعضی از آدم ها هستن که روی یک مثلا مسئله یا روی یک هدفی خیلی هم تلاش میکنن، موفقن، ولی از بیرون که نگاه میکنی به زندگی اون، احساس میکنه او مشکلش ایست که ببینید فقط یک بود از زندگی خودش دیده. وقتی میگم طبقه بندی، نکته مهمی که ما حتی در ورکشاپ هایی که میگذاریم در بحث، به هر حال عزیزان ما باید بدانن که گفتگوهای من که من الان دارم میره مطرح میکنم و سعی میکنم که مثلا یک حالت تیتروار داشته باشه، گاهی وقتا برای یک برگزاری به یک ورکشاپ ممکن است که حداقل بین 20 تا 30 ساعت درست. بین 4 تا 5 روزی رو به صورت ورکشاپ بعد آموزش داد که عزیزان ما خوب به عبارتی به این مهارت دسترسی پیدا بکنن و توانایی پیدا کنن. منتها ساده شه که ببینید من انسان ابعاد مختلفی دارم. بحث سلامت جسمانیم هست،
بحث نیازهای معنویم هست، بحث روابط اجتماعیم هست، بحث رشد علمی و آگاهی و دانشم هست، بحث نیازهای احساسی و عاطفی و هیجانیم هست. مثال زدم فقط این 5 تا. حواستون باشه اگر همه تمرکزم بره رو بعد علم و دانش و آگاهی و از 4 بود، حالا 4 تا نیست، مثال زدم فقط 4 تا، اگر فرض بگیریم که این 5 تا است، اگر همه ظرفیت خودم رو یک جا خرج کنم، بقیه چی میشن؟ بقیه کم وزن میشن. به اندازه‌ای که وزن اینا کم بشه، ما در عرصه‌ها کم میارم. ما آدمیم که روابط اجتماعی ندارم، ما آدمیم که به لحاظ باور و اعتقاد به شدت مشکل دارم، ما آدمیم که خیلی از بیماری‌های جسمانی را دارم ولی اصلاً به توجه نمی‌کنم. بسیاری از عزیزان ما که مثلا دیدید که حالا یک درونه فضیلت من تو ذکر میشه، اینکه من متاسفانه حالا متاسفانه میدنین میگم که بلمان یک کلیشه اصلا پذیرفته شده در فیلم ها، در انیمیشن ها، حتی چی مثلا بچه هایی که عینک دارن میگن اینا خیلی درس خواندن. این درس خواندن چرا اینقدر زیاد شده که چرا این مطالعه کردن اینقدر توجه نداشتین که سلامت جسمی کودک یا فرد باسی، یعنی که از این بعد سلامت جسمانی غافل شدم. اینکه یک آدم به بالاترین مدارج علمی میرسه ولی به شدت بی اعتقاد، حتی گاهی وقت‌ها میرون، متاسفانه در بسیاری از موارد اتفاق میفته که یعنی دقیقاً این رو به عنوان یک ارزش برای خودشون قلم داد میکنن. هر چقدر که سطح دانش به اصطلاح یک فرد در یک حیطه‌ای احساسی که بی‌نیاز بودن از خدا، دیگه نیازی به خدا نیست، یعنی نیازهای معنوی و او اعتقاداتش کم میشه. بس روابط اجتماعی، یک آدم تمام تمرکزش رو تحصیل دیگه، فامیل و صله رحم و قوم و خویش و مثلا مهم‌تر بس هیجانات عاطفی، این آدم اینقدر تمرکز کرده که لذت نمیبره، تفریح نمیکنه، شادی رو نمیفهمه. اصلا از گزمو بپرسید کی خندیدی؟ میگه نمیدونم به خدا. آخرین باری که رفتی مثلا زیر باران، قطرات باران رو خودت با پوستت لمس کردی کی بود؟ چه مدت زمانی میگذره روی یک زمین چمن راه رفتی؟ اون دفعه اگر گفت که من به همین وضعیتم خوش هستم، مثلا تو فکر میکنی که من ناراحت هستم از اینکه رابطه اجتماعی ندارم؟ خب درس خودم میخونم، کتاب خودم میخونم، یک احساس شعف درونی احساس میکنم. ببینید اون بحثای شخصیتی هست، قبول دارم، خب ولی افراط کردن در هر کاری ناپسند و ناشایسته است. همین آدم حتی ببینید ممکن است در روبروی من گفتمان داشته باشه، ولی واقعا اگر در درون خود او، یعنی حتی همین آدم گاهی وقتا نسبت به کوچکترین روابط انسانی ممکنه دچار حسرت بشه. سنت و کاشکی، یعنی کاشکی یکی باشه الان از مثلا یک زنگی بزنه، یک مسیجی مونه که فلانی خوبی برای بعضی از آدم ها. به قول شما در اوج، در قله قدرت، در قله ثروت، در قله مثلا دانش هستن، ولی دریغ از این گاهی وقتا واقعا حسرت بعضی چیزا رو میخوام. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روی یک بود سرمایه گذاری کرده. از این 5 تایی که من اون بردم، همه هدف او، همه تمرکز او روی یک هدف بوده. نکته اول، طبقه بندی داشته باشیم، درست، به همه ابعاد وجودی خودمون برسیم. منتها خب مثلا او که شما گفتید استعدادهای متفاوت دارم، همینا، ولی وزنشان را متفاوت در نظر بگیریم. من اگر میبینم طفل ما استعداد مثلا فیزیکی بالایی داره، ددوش بسیار عالی است، 60% سرمایه گذاری رو بحث چی داشته باشم؟ رو بحث مثلا فرض کنید ورزش او. میبینم این بچه استعداد ریاضی نداره، برای ریاضی کمکی وزنش پایین‌تر. اصرار او برخلاف او که متاسفانه قاعده این قسم است که مکتب که میره مثلا نمرات ایره که ما میبینیم فلان چیز 100 گرفته، 97 گرفته، 85 گرفته، اصلا و ابدا به اونا کاری نداریم. تمام تمرکزمون رو همون 50 خط مرزا. چقدر تحقیر، چقدر سرزنش، چقدر سرکوب. تو مگه نمیفهمی آبروی مرا بردی؟ نگاه کن، به خاطر اینکه نمراتت کم شده تو باید اول نمره میشدی. نه، استعداد رو نداره، علاقه به اونها نداره، یا تو واقعا سرشت ذاتی آدم بره. چرا رو اونایی که هست و نوع استعداد ذاتی رو داره؟ جالب نشار کردید، ما معمولا نمیر قسم هستیم روز افا من فرمایی گذاریم. بله، روز افا سمون بذاریم. اشتباه من هست، اشتباه محض، یعنی باعث میشه چی؟ از اون زمان و فرصت محدودی که داریم همه رو خرج چی بکن؟ آخه ببینید خداوند به هر کسی یه میزان، همون که گفتم محال ممکنه یک موجود زنده با داشتن یک هوش طبیعی و عادی استعداد خاص نداشته باشه، ولی از اون طرف محال ممکنه که یک آدم در همه عرصه ها در نقطه اوج باشه یا نقطه خب دست برداریم از اونها. سرمایه، پس اهدافمون رو طبقه بندی بکنیم، متو وزن هر کدوم رو چند درصد روی سرمایه گذاری می‌کنم، چقدر روی اهمیت میدم به تناسب علاقه تا. همونطور که شما گفتید مثلا آدمی که در عرصه علمی بسیار بسیار درخشانه، نمیتونیم بگیم که روابط اجتماعیش کلا کنسل کنه. این آدم برای روابط اجتماعیش 30% امتیاز بگذاره، بگه من از شنبه تا پنج شنبه کلا در اداره و مکتب و در پژوهش و در تحقیق و مطالعه هستم، منتها جمعه صبح به فلانیا سر میزنم، چاشت به فلانیا تماس میگیرم، بعد از اونم یک سری خودم میرم مثلا یک سینما، یک پارک، اصلا پیاده روی
فصل پاییز است و باران و خشخش برگ ها، میرون پیاده روی. پس ببینید در کناری ای که تمام تمرکزش 70% زمان خودش را برای هدف توسعه علمی رشد اقتصادی در نظر میگیره، حتما یک وزنه یک مقداری از او هدف را برای ابعاد دیگر وجود خودش سرمایه گذاری کنه، حالا به اندازه نیازش. این نکته اول. خب حالا برسیم به خود هدف. هدف خوب چند تا ویژگی داره. نکته اول این که چه وقتی که داریم به کودکان آموزش میدیم، چه من خودم بزرگ سال آدم بزرگ. نکته مهمی که هست که متاسفانه ما عموما دوچار مشکل میشیم که هدفمون رو تا حد ممکن جزئی، ریز و محدود در نظر بگیم. میگیم که من ببینید هدفم ایست که موفق بشم. موفقیت یعنی چی؟ در کدوم عرصه میخوای موفق بشی؟ میخوای به چی برسی اصلا؟ تو بگو میخوای همین هفت مثلا 5 تا بود متفاوت داری، تو میخوای در کدام عرصه موفق بشی؟ نکته اول. نکته دوم که خب تو الان کجا هستی و میخوای به کجا برسی؟ خیلی از ما مشکل من هم خودشناسی است. من اصلا ظرفیت فعلیم را نمیشناسم، من نمیدونم الان کجا هستم، مثلا در پله دوم هستم، قرار است پله 11ام، پله 35ام و پله 50ام باشم. تکلیفم روشن نیست. فقط میگم خیلی از ما که شکست میخوریم با وجودی که هدف داریم، به خاطر اینکه نمیدونیم کجا هستیم. و بعد او ببینید من میخوام به قله برسم، قله چقدر از ما فاصله داره؟ و قله چند متره؟ و قله وقتی که قراره به قله برسی آب و هوای قله چه قسمی است؟ نیاز به مثلا چه تجهیزات و چه امکاناتی داره؟ تا میتوانیم به بچهای ما یاد بدیم. یادتون هست در برنامه‌های قبل بس گفتم مثلا یک طفلی میای به مادر میگه یک پیشک بریم بکش، من بلد نیستم. یکی میگه خب بده من خودم کامل من میکشم، یا بلد نیست خوب نکش. یکی گفتی نه، اول تقسیم بندی ریز بند تیکه تیکه کنیم. بچه مثلا ببین این سه قسمت است، یه قسمت سرش است، این میشه تیکه تیکه کردن. حالا برو تلاش کن که دایره رو بکشی. دایره رو کشیدی، سرش میتونه بکشی، گوشاش میتونه بکشی، چشم و دماغ این گربه داخل چیست؟ پیشک داخل عمو دایره است. پس اگر تو توان کشیدن دایره پیدا کنی، قسمت اعظمی از شکل دایره رو تو رسم میکردی. مهمترین مسئله است که بسیاری از ماها اصلا توجه نمی کنیم. کلیگویی یک جورایی به اصطلاح غیر واقعی به نظر میسه که میشود شرایط شرط دوم در هدف گذاری. واقعیت های فیزیکی، محیطی و اجتماعی خودمون رو در نظر بگیریم. به معنای این نیست که ما به شدت تحت تاثیر شرایط باشیم ها، یعنی اینکه اصلا فکر متفاوت نداشته باشیم، ولی شرایط رو هم در نظر داشته. ولی ببینید کجا، ببینید من مثلا به عنوان مثال در بعضی از کشورها خب یک سری بر اساس قانون اساسی، بر اساس اعتقادات اینا، بر اساس شرایط خب مثلا فکر میکنم در حد یک دقیقه بیشتر فرصت نداره وقت. خب حالا ما به این مسئله بعدی میپردازیم. پس اینکه واقعیت های زندگی ما رو در نظر بگیریم، بسیار از وقتها دلیلی که شکست میخوریم اینه که ما در یک جغرافیایی قرار داریم، توان خارج شدن از این جغرافیا تا 2 سال آینده تا 1 سال آینده برای ما نیست، ولی همین لحظه اصرار بیش از اندازه دارم به چیزی فکر بکنم که محال فعلا داری. به واژه ها رو خیلی اصرار دارم که دقت بکنیم، محال است فعلا با این وضعیت من به او برسم. خب اشتباه محض، واقعیت رو غیر واقعی تصور کردن. نه که بگیم اصلا نمیرسی، انسان واقعا توانایی رو داره به خواستهاش برسه، ولی همون زمان به عبارتی در نظر بگیره که شرایط فعلی جامعه ما مطلقا مهیا برای این کار نیست. میگم 3 سال آینده در جای دیگری، در مکان دیگه. مثل نیست که خب دکتر مثلا یک نفری که از مادر مثلا فلج کامل به دنیا آمده برامشی باشه که ما یک دونده بسیار موفق در سطح جهانی شام احسن باشه. بله درست. امکانش وجود نداره. بله. بعد 15 ثانیه اگر یک جنبندی بفهمیم. تلاش کنیم که به تناسب ای که ارزشمندترین نعمت خدا حیات است، حیاتمون را با هدفمندی و با برنامه ریزی ارزشمند کنیم. حیات و نعمت زندگی لطفی است از جانب، هدیه است از جانب پروردگار متعال. تلاش کنیم که این هدیه را به بهترین شکل به هنگامی که داریم از این به عبارتی دنیا سفر میکنیم برای پروردگار متعال به بهترین شکل دوباره برگردانیم. یعنی هل جزاء لسان الا لسان، خوبی که خدا به حق ما کرده و گذاشته که زندگی کنیم و درست از زندگی بهره ببریم و به بهترین شکل ان شاء الله تقدیم ساحت قدسی پروردگار. ان شاء الله. بسیار تشکر از شما دکتر، بسیار بحث شیرین و شما هم بسیار هم مثل همیشه بسیار شیرین و خوب بیان میکنید. خیلی حقیقتا استفاده کردیم. انشالله که بینندگان عزیز و محترم شما هم قطعا استفاده کردید. و اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید، باز هم تاکید میکنم از طریق شماره تماس هایی که زیرنویس میشه میتونید که با ما در ارتباط شوید و از طریق واتساپ و تلگرام سوالات خودتون را پرسان بکنید. حتما ذکر بکنید برنامه روشن و کارشناس محترم خانم دکتر رضایی هستند. و انشالله که برنامه های آینده را هم از دست نمیدید. با همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.